بیایید درس سوم صنف ابتدایی نقاشی را شروع کنیم. آخرین بار ما با پنتول آشنا شدیم. این بار با ابزار تایپ آشنا خواهیم شد. همان طوری که مشاهده می کنید کار کرده تایپ تول این است که به ما اجازه بدهد تا متن بنویسیم. وقتی روی پس‌زمینه کلک می کنید چشمک می زند و به شما اجازه می دهد چیز بنویسید. من یک کلمه را تصادفی تایپ می کنم. من عشق نوشتم. ما می توانیم از ابزار سلکشن تول برای جابجایی آن استفاده کنیم. وقتی مکان نما را در کنار قرار می دهیم، ما می توانیم آن را با کشیدن کلان یا کوچک کنیم. اگر دکمه شیفت را فشار دهید، نسبت آن یکسان می شود. یادتان آمد؟ فعلاً بعضی مواقع پیش می آید که می خواهیم جزئیات یک لغت را تغییر بدهیم. در این صورت باید چه کار کنیم؟ قفلش را باز می کنم. تایپ تول را دوباره کلک کنید و مکان نما را نزدیک کلمه بیاورید. مستطیلی را که بیرون کلمه می بینید گم می شود. فعلاً کلک چپ کرده و آن را بکشید. سپس رنگ کلمه تغییر کرده و انتخاب می شود. اکنون می توانیم فونت یعنی اندازه و قیاس آن را تغییر دهیم. از فهرست بالا به گزینه چهارم یعنی تایپ بروید. اگر مکان نما را روی فونت قرار بدهید، تمام فونت های موجود را مشاهده خواهید کرد و این بسیار راحت است. به خاطر که می توانیم پیش بینی کنیم هر فونت چگونه به نظر می رسد. فونت مناسب با پروژه خود را انتخاب کنید. فونت تغییر کرد. به منوی کاراکتر در سمت راست نگاه کنید. جایی که می توانید اندازه را تنظیم کنید. ما می توانیم اندازه را به یکی از این اندازه های داده شده تغییر دهیم. اما می توانیم آن را به اندازه خاص تغییر دهیم. من آن را 25 می کنم و عرضش را 95% تغییر می دهم. چگونه باید رنگ متن را تغییر دهیم؟ تایپ تول را انتخاب کرده و نشانگر را بیاورید اینجا تا فعال شود. آن را بکشید و بر روی فیل کالر دوبار کلک کنید. من رنگ را به یک رنگ زمردی تنظیم می کنم. اگر با سلکشن تول بر روی پس‌زمینه کلک کنید، خواهید دید که رنگش تغییر کرده است. درست مانند شکل ها، ما می توانیم متن را نیز کپی کنیم. ما قادر به تغییر آن هستیم، زیرا با استفاده از سلکشن تول انتخاب شده است. آیا به یادتان هست که ما از دکمه برای کپی کردن چیز استفاده کردیم؟ Alt بود، درست است؟ هنگام فشار دادن دکمه Alt، متن را به هر جایی که می خواهید بکشید.
اگر دکمه شفت را فشار دهید با متن اصلی تراز می شود. آیا کار کرد؟ حال بیایید با فشار دادن کلید Alt دو متن را با هم انتخاب کرده و کپی کنیم. این بار بیایید هر چهار را انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه Alt آن را کپی کنیم. این شکل‌ها در قالب کلمات نیستند، بلکه متن هستند. آن یعنی چی؟ معنی آن را توضیح خواهم داد. خب، این نیمه را تنها بگذارید و نیمه دیگر را انتخاب کنید. در حالی که دکمه شیفت را فشار می دهید، کمی آن را حرکت دهید. با استفاده از تیرهای روی کیبوردتان می توانید با ظرافت بیشتری حرکت بدهید. سعی کنید با راست، چپ، بالا و پایین بروید. اگر می خواهید حرکت بزرگی انجام دهید، با ماوس خود بکشید. اما اگر می خواهید با ظرافت حرکت کنید، از دکمه های کیبورد استفاده کنید. خب، اجازه دهید رنگ این متن را تغییر دهیم. این بار بیایید فل کالر را نن و استروک کالر را تیل بسازیم. زیبا نیست؟ ما آن را فقط با خط بیان کردیم. فعلا اگر بخواهیم در این متن تغییرات ایجاد کنیم نمی توانیم زیرا به صورت متن هستند. با این حال همان طوره که قبلا به شما گفتم هنگام استفاده از Direct Selection Tool می توانیم تغییرات جزئی ایجاد کنیم. اما در حال حاضر هر چقدر تلاش کنیم متن به همهش می شود. به این دلیل است که این به عنوان یک شکل شناخته نمی شود. سپس برای اینکه متن را به یک شکل تغییر بدهیم چه کار باید انجام دهیم؟ بنابراین می توانیم هر قسمی که دوست داریم تغییرات ایجاد کنیم. این عملکرد در واقع در تایپ در فهرست بالای صفحه وجود دارد. متن را با سلکشن تول انتخاب کنید و به مینوی تایپ بروید تا کرییت اوتلاین را پیدا کنید. میانبر برای این او کنترل شیفت است. این الفبا او است. اگر مشکل دارید مثل من داخل مینو شوید. کرییت اوتلاین این متن را که در حال حاضر به عنوان یک متن شناخته شده است به شکل تغییر می دهد. بیایید کلیک کنیم. چی شد؟ آیا می توانید ببینید؟ این متن را که قبلا به عنوان متن شناخته شده بود اکنون به شکل تبدیل شده. بیایید بزرگ نمایی کنیم. مثبت کنترل را به خاطر می آورید؟ سپس دکمه فاصله برای حرکت دادن همانطور که هست هست. پس چه زمانی از این عملکرد استفاده می کنیم؟ خب، هر کامپیوتر فونت های مختلف دارد. بیایید بگوییم من روی پروژه با قلم یعنی فونت انگلیسی به نام آریل کار کردم. اگر این فایل را ذخیره کرده و از کامپیوتر شخصی دیگری که این قلم آریل را ندارد باز کنم کلمات خراب می شود. با یک فونت متفاوت جایگزین خواهد شد و عجیب به نظر می رسد. آیا فهمیدین؟ به همین دلیل برای تغییر متن به قسمت Create Outline می رویم.
زیر پنجره تایپ تا متن به عنوان شکل شناخته شود، من می خواهم مدام روی این موضوع تاکید کنم. اما بگذاریم فعلا و ادامه دهیم. حالا که آن را تغییر شکل دادیم، بیایید تغییرات ایجاد کنیم. تول دایرکت سلکشن را انتخاب کرده و قسمت بالایی حرف سوم وی را انتخاب کنید. آیا می‌بینید که فقط آن قسمت انتخاب شده است؟ بیایید سعی کنیم آن را به سمت بالا کش دهیم. آیا می‌توانید تغییرات را ببینید؟ اما در متن بعدی اون هنوز متن است. ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. درست است؟ قطعا یک فرقی وجود دارد. بیایید این کار را با کنترل زد خونسا کنیم. بعد بگذار بگوییم که میخواهیم ارتفاع حرف لی را تنظیم کنیم. سپس باید از رهنمایی استفاده کنیم که در درس اول یاد گرفته بودیم. درست است؟ یک دستور عمل را از بالا بکشید و بیرون بیاورید و آن را بالای لی بیاورید. سپس با دایرکت سلکشن تول قسمت بالای وی را انتخاب کرده و با فشردن دکمه شیفت آن را بکشید. چطور معلوم می شود؟ به این ترتیب می توانیم تغییرات زیادی در متن ایجاد کنیم. بدون هیچ مشکلی. متوجه من هستید و تعقیب می کنید؟ سپس این بار باید یاد بگیریم که چگونه متن طولانی تر را با هم تراس کنیم. خب، فعلا هنگام فشار دادن آلت فقط یک کلمه لف را کپی کنید و برای این متن فل کالرش را بسیار تغییر می دهم. در منوی سمت راست روی سویچز می توانید روی بلک کلیک کنید. به تایپ بروید و یک فونت نازکتر انتخاب کنید. بیایید اندازه را در مینیو یعنی شخصیت کاراکتر ببینید. من آن را به فونت 18 پوینت تغییر دادم. فعلا متن را بکشید. و با فشار دادن کنترل سی کنترل وی متن را درازتر بسازید. سپس دوباره آن را بکشید و توسط کنترل مثبت سی کپی کنید. من می خواهم آن را خونسا و دوباره برگردانم. انتر را فشار دهید تا خط تغییر کند. سپس آن را پیست کنید. دوباره انتر را فشار دهید. سپس کنترل وی را فشار دهید تا به صورت یک پاراگراف بسازد. فکر می کنم ممکن است به چند خط طولانی تر احتیاج داشته باشیم. بیایید این کار را انجام دهیم. فعلا یک پاراگراف داریم. همه را با تایپ تول بکشید و در منوی پاراگراف کنار کاراکتر گزینه های برای تغییر تراز وجود دارد. در حال حاضر راست تراز شده است.
آیا باید روی تراز وسط کلیک کنیم؟ ببینید تراز وسط قرار گرفت. این تراز باقی مانده است. میبینید که ترازش به طرف چپ هست؟ گزینه های دیگر ممکن است گاهی اوقات کار نکند. هنگامی که متن‌های طولانی مانند این را می نویسید، خوب است که از همترازی استفاده کنید. بنابراین امروز ما تایپ تول را در تول باکس بررسی کردیم. صنف بعدی ما با ابزارهایی که برای رسم کردن خط و شکل ها استفاده می شوند آشنا می شویم. با آنچه فعلا یاد گرفتیم می شود گفت که تقریبا نیمی از راه را طی کردیم. شما تقریبا خلاص کردین. تشکر.